نیوتونم بگیم خلاص شیم دیگه از قوانین نیوتون. قانون سوم نیوتون چی میگه؟ میگه هرگاه جسمی به جسم دیگر نیرو وارد کند، جسم دوم هم به جسم اول نیرو وارد میکند. چه جوری؟ هم اندازه. یعنی اگر جسم اول 10 نیوتن وارد میکنه، جسم دوم هم 10 نیوتن وارد میکنه. اندازه کم و زیاد نمیشه. هم اندازه، هم راستا. هم راستا یعنی این که اگر مثلا من نیروی اول به این حالته، نیروی دومم هم در همون راستاه. راستاش عوض نمیشه. سمت و سوش عوض نمیشه. راستاش حفظ میشه. مثلا اگر از شرق به غربه، اون یکی میشه غرب به شرق. راستاش یکیه. همراستا ولی در خلاف جهت. یعنی اگر یکی از نیروها به سمت چپه، اون یکی به سمت راست میشه. دقیقا در خلاف جهت هم. پس نیروهای کنش و واکنش هم اندازن، همراستان، ولی در خلاف جهتن. این میشه قانون سوم نیوتن. مثالاش هم دارید میبینید دیگه. مثلا اگر من اینجا دو تا بار Q1 و Q2 رو داشته باشم، اگر Q1 به Q2 نیرو وارد کنه، Q2 هم به Q1 نیرو وارد خواهد کرد. دقیقا هم اندازه، دقیقا هم راستا، اما در خلاف جهت. اگر این یکی به سمت راسته، یکی به سمت چپ. حالا من یه سوال ازتون دارم، یه سوال. اگر این دو تا نیرو هم اندازه هستن، هم راستا هستن، خلاف جهت هم هستن، پس چرا اثر همدیگر رو خونسا نمی کنن؟ دوتا نیرویی که در خلاف جهت همن، هم اندازه هم هستن، پس چرا همدیگر رو خونسا نمی کنن؟ ببینم کی جواب میده. آفرین هنگامه، هر عملی عکس العمل داره دقیقا میشه قانون سوم نیوتن. اما سوال من چیه؟ میگم اگر دوتا نیروی عمل و عکس العمل هم اندازه هستن، در خلاف جهت هستن، چرا اثر همدیگر رو خونسا نمی کنن؟ اگه نکته رو بخونی میتونی یه چیزایی هم به ام بگی از همین نکته. مرسی عسل. چون به دو تا جسم مختلف وارد میشن. آفرین. حالا ما اینجا هم نوشتیم دیگه، نیروهای عمل و عکس العمل هم اندازه هستن، هم راستا هستن، خلاف جهت هستن، هم نوع هستن. بچه این هم خیلی مهمه. هم نوع تو تستا میاد. هم نوع هن. میدونی هم نوع یعنی چی؟ یعنی هر دوتا گرانشی هن، هر دوتا الکتریکی هن، هر دوتا مغناطیسی هن، هر دوتا یه جنس هن. نوعشون یکیه. هم نوع هستن ولی چون به دو تا جسم مختلف وارد میشن، به یه جسم وارد نمیشن که همدیگه رو خونسا کنن. اگر به یه جسم به یه نقطه وارد میشدن، همدیگه رو خونسا میکردن. ولی این به اون ور وارد میشه، اون یکی به اون یکی وارد میشه. یعنی به دو تا جسم مختلف وارد میشه. وقتی به دو تا جسم مختلف وارد میشه، دلیلی نداره همدیگه رو خونسا کنه. پس چون به دو تا جسم وارد میشن، اصلا اثر همدیگه رو نمیتونن خونسا کنن. بچه ها حواستون به این باشه. این نکته مهمی بود. تا اینجا اگه درس رو یاد گرفتی، عدد 5 رو ارسال کن. مرسی گل دخترا، ملیکا، عسل، هانیه، ماشاءالله بهتون. مرسی فاطمه، هنگامم ممنونم ازت. بریم نکته تمام. معرفی نیروهای خاص. یه چند تا نیرو رو میخوام بهتون معرفی کنم، بعد بیوفتیم رو تست و سوال. نیروی وزن. بچه ها نیروی گرانشی یا نیروی جاذبه زمین همون نیروی وزنه. نیروی گرانشی که از طرف زمین به جسم وارد می شود و جهت آن همواره به سمت پایینه، یعنی نیروی وزن همیشه جهتش به سمت پایینه و با امژه هم نشون می دن. امژه یعنی نیروی وزن. دبلیو مساوی امژه، دبلیو مساوی امژه میشه نیروی وزن. ام که جرممونه، جم که شتاب گرانشی، که معمولاً عموماً دهه. ده نباشه تو سوال به ما میگن. خب
معروف